اثر بر پارامغناطیس ها مگنوم دیونیابا نخواهند داشت. هر مدتی زمانی طلا در زیر خاک بمونه، وضعیت مغناطیسی یا یونی قابل تشخیص برای مگنوم دیونیابا یا تسلا به خودش نمیگیره. با وجود چنین وضعیتی در کل معدنیابا، یونیابا، تسلا توان تشخیص طلا یا فلزات پارامغناطیس رو در حالت جدید و قدیم نخواهند داشت. اینکه جریان تو یونی یا مغناطیسی بر روی طلا یا فلزات پارامغناطیس اثر نمیذاره مرتبط با شرایط مولکولی طلا یا فلزات پارامغناطیسه و عامل اصلی اونه که هیچ تغییری در مولکول درونی طلا یا فلزات پارامغناطیس به وجود نمیاد. هر فشار مغناطیسی و یونی هم بر طلا یا فلزات پارامغناطیس وارد بشه یا جذب اینا بشه اثری براشون نخواهد داشت و تغییر مغناطیسی یا یونی بهشون نمیده. اینم به دلیل شرایط مولکولی طلا یا فلزات پارامغناطیسه که تحت تغییرات شرایط الکترونی و انرژی طلا یا فلزات پارامغناطیس قرار نمیگیره. طلا و فلزات پارامغناطیس هر جریانی واردشون بشه، جذبشون بشه، بهشون نیرو وارد کنه رو سریع دریافتم که بکنن، شبیه شرایط مولکولی و الکترونی خودشون میکنن، تغییر میدن و بازتاب میدن و تو این وضعیت هم دف یا حالت دیامغناطیس پدید میاد. این وضعیت عمومی فلزات طلا و پارامغناطیس نسبت به واکنش ها و عدم ایجاد فشارهای بالا از یون ها یا مگنومت ها در خودشون. اگه الکترون آزادی هم به طلا برسه، طلا وقتی اونو میگیره توسط سیستم مولکولی خودش الکترون هاش و بار مثبتش تغییرش میده و دوباره بازتاب میکنه اونو. واسه اینه که در آن هم که شما بگیرید یک فلز طلا رو جلوی مگنومت، یون یا تسلا، پاسخی ازش نخواهید گرفت.